امروز نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند. مراکز هسته‌ای دشمن شناسایی شدند. اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیاره و به اصطلاح دست‌ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند ما برای نابودی اهداف مشخص شده است. بنابراین اینجا باید پاسخ بدیم به این تهدید که در صورتی که رژیم صهیونیستی هر اقدامی بخواد علیه مراکز و تأسیسات هسته‌ای ما انجام بده، حتما با واکنش ما روبرو خواهد شد. اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد. با این حال این امکان برای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح وجود دارد. اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به وقوع بپیوندد، امکان مقابله مصر با استفاده از سلاح‌های پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعاً مراکز هسته‌ای رژیم مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت. به فرمایش مقام معظم رهبری، امروز دیگه دوره بزن در رو گذشته است. شاید یک عملیات و یا یک اقدام تجاوزکارانه رو رژیم جعلی صهیونیستی آغاز کند، ولی پاسخ اون با تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواهد بود و مطمئن باشند ضربه‌ای که از نیروهای مسلح خواهند خورد همچون عملیات وعده صادق یادگار در تاریخ خواهد ماند.